سلام، من معین خیری هستم. به برنامه انسان زمین فردا خوش آمدید. در برنامه امروز یک تایید دیگر برای نسبیت عام، تلسکوپ فضایی هابل از حلقه اینشتین تصویربرداری کرد. و یادی از فیلسوفی که چون زمین را مرکز عالم نمی‌دانست، به حکم کلیسا سوزانده شد. تلسکوپ هابل تونسته یک بار دیگه بعد از 23 سال یکی از مهیج‌ترین پدیده‌های کیهانی رو ثبت کنه. این پدیده به نام حلقه اینشتین یا همگرایی گرانشی شناخته میشه. همگرایی گرانشی وقتی رخ میده که نور یک منبع درخشان و بسیار دور مثل یک اختروش در مسیری که تا رصدگر طی میکنه از کنار یک جسم پرجرم دیگه مثل یک خوشه کهکشانی عبور کنه و مسیرش خم بشه. به اون جسم پرجرم میانی میگن عدسی گرانشی. این پدیده یکی از پیشبینی‌های نظریه نسبیت عام اینشتینه. تلسکوپ هابل تونسته این پدیده رو ثبت کنه. در گفتگویی که با دکتر ماسیج ویلگوس، اخترفیزیکدان در دانشگاه هاروارد داشتم، از ایشون پرسیدم چرا ثبت همگرایی گرانشی اهمیت داره. دکتر ویلگوس از شهر کورکولا در کرواسی با ما صحبت میکرد. This is a particularly nice example of this phenomenon that we call gravitational lensing. این نمونه زیبایی از پدیده‌ای به نام همگرایی گرانشی. به این معنا که جاذبه میتونه مثل عدسی عمل بکنه. کار عدسی منحرف کردن پرتوهای نوری و جمع کردن اونها در یک نقطه کانونیه. چون گرانش باعث خمیدگی فضا زمان میشه. بنابراین پرتوهای نوری به علت وجود یک جسم پرجرم دیگه که در مسیر نور قرار گرفته منحرف میشه. چیز شبیه به عدسی که میتونه نور رو در یک نقطه جمع بکنه و نما اون رو بزرگتر و متفاوتتر کنه که ما بهش میگیم همگرایی گرانشی. و این یک نمونه جالب از تصاویر زیادیه که تلسکوپ هابل گرفته. اجرامی که تصاویرشون بزرگ میشه و حلقه زیبای اینشتین رو ایجاد میکنن اختروش‌های بسیار دور هستن، کهکشان‌هایی که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارن، بسیار بسیار دور. دو تا کهکشان هستن که کمی نزدیکترند و مثل عدسی‌های گرانشی عمل می‌کنند. ما جرمی داریم که فضا رو خم می‌کنه و به این ترتیب نوری که از نمای بسیار دور به ما میرسه منحرف میشه. این همون چیزیه که نظریه نسبیت عام اینشتین به ما میگه. و جالبه که با این همگرایی گرانشی دوباره این نظریه اثبات میشه. همونطور که میدونید فوتون ها که نور رو حمل میکنن جرم ندارن. پس در نظریه نور نیوتن اینها تحت تاثیر جاذبه قرار نمیگیرن. منحرف نمیشن و جاذبه نباید روی اونا تأثیری داشته باشه. میخوام بگم جدای از این که این تصویر بسیار زیباست، در واقع نظریه نسبیت رو هم تایید میکنه. شعله آتش رو به گرما و نوری که تولید میکنه میشناسیم. اما شعله هم وجود داره که بهش میگن شعله سرد. این شعله نور کمی تولید میکنه و دست رو نمیسوزونه. حالا برای اولین بار این شعله در ایستگاه فضایی بین‌المللی هم آزمایش شده. شعله آتش هنوز رازهایی دارد که روی سطح سیاره زمین برملا نمیشود. یکی از آنها شعله سرد است. شعله‌ای که در حرارت بی نهایت پایین می سوزد، اما جاذبه زمین مانع رخ دادن آن است. با این حال این پدیده در محیط کم جاذبه فضا به راحتی ایجاد می شود. دانشمندان در ایستگاه بین‌المللی فضایی برای اولین بار متوجه شدند سوخت هپتان به دو شکل می سوزد. بار اول قابل دیدن و به شکل شعله داغ معمولی است و بار دوم کم حرارت و بدون دوده و غیر قابل دیدن. شعله های معمولی حرارتی نزدیک به 1400 درجه سانتیگراد دارند. اما شعله سرد در حرارت 600 درجه سانتیگراد می سوزد. این پدیده 9 سال پیش برای اولین بار هنگام مطالعه روی خاموش کردن شعله در فضا کشف شد.
برای تولید این شعله به جای سوخت مایع از سوخت گازی شکل استفاده می شود. از آنجا که شعله سرد نور و حرارت کمی تولید می کند و به سختی دیده می شود، برای مطالعه آن از یک دوربین ویژه استفاده شد. تصاویر دوربین نشان می دهد یک ثانیه پس از خاموش شدن شعله داغ، شعله سرد ظاهر می شود. شعله سرد برخلاف شعله معمولی گرما، نور و دیوکسید کربن بسیار کمی تولید می کند. بنابراین از این فناوری می توان برای ساخت موتورهایی با سوخت کم و حرارت پایین استفاده کرد که در این صورت فرسودگی قطعات، مصرف گاز و آلودگی زیست محیطی بسیار کمتر خواهد بود. علمی که امروز به نام کیهانشناسی میشناسیم سابقه بسیار قدیمی داره. در سابقه کیهانشناسی نام یک فیلسوف هم به چشم میخوره، کسی که 10 سال قبل از گالیله اعلام کرد زمین مرکز عالم نیست و به خاطر این گفته به حکم کلیسا سوزانده شد. مصطفی خسروی از کنار بنای یادبود جوردانو برونو در روم گزارش میده. بخش مهمی از تاریخ علم در ایتالیا شکل گرفته، کشوری که در دوره تسلط کلیسا گالیله را مجبور کرد از ایده چرخش زمین به دور خورشید توبه کند. کمپو دی فیوری یکی از مشهورترین میادین تاریخی در شهر روم پایتخت ایتالیا است. میدانی که در مرکز آن پیکره برونزی با هیبتی مسحور کننده به چشم می‌خورد. این جوردانو برونو است، کشیش و فیلسوفی که نه به تثلیث در مسیحیت باور داشت نه مریم را باکره می‌دانست. او سال‌ها پیش از گالیله و نیوتن و البته تحت تأثیر تفکرات کوپرنیک و با مطالعه کتب ممنوعه واتیکان به این نتیجه رسیده بود که زمین نمی‌تواند مرکز عالم باشد. برونو از وجود جهان‌های گوناگون با ستارگان و سیارات بسیار و موجودات بیشمار در عالم سخن می‌گفت. گفته‌های برونو درست جایی در مرز میان علم و شبه علم قرار داشت. گرچه ادعاهای او درباره بی‌نهایت بودن کیهان و ماهیت ستارگان و سیارات در آن دوران قابلیت اثبات علمی نداشتند، اما همین ادعاها او را قادر کرده بود که به فضای بیکران و جهانی نامتناهی بیندیشد. اندیشه‌ای که پیشتر سابقه نداشت، نه قانونی بود و نه مورد پذیرش مذهبیون زمان. 421 سال پیش دادگاه تفتیش عقاید در روم پس از محاکمه تاریخی حکم ارتداد جوردانو برونو، نویسنده، فیلسوف و کشیش قرن 16 را به اتهام جادوگری صادر کرد تا برونو زنده در مرکز این میدان سوزانده شود. 10 سال بعد از مرگ برونو این گالیله بود که با تلسکوپش به آسمان نشانه رفت و فهمید حق با برونو بوده و کهکشان ما بیشمار ستاره دارد. حالا از برونو به عنوان شهید راه آزادی اندیشه یاد می شود و آنچه امروز از اون ماندگار شده نه پیشگویی های غیر علمی او که شجاعتش در متفاوت اندیشیدن درباره جهان است. و چند خبر کوتاه از تازه های فضا. مدارگرد خورشیدی سولو اچ آی تصاویر جدیدی در گذر از سیاره زهره مخابره کرده. این تصاویر بخش تاریک سیاره زهره رو نشون میده. مدارگرد سولو اچ آی این تصاویر رو از فاصله 8000 کیلومتری سطح زهره ضبط کرده. بخش تاریک زهره هرگز در معرض تابش نور خورشید قرار نمیگیره. مدارگرد خورشیدی سولو اچ آی سال گذشته برای مطالعه قطب‌های خورشید به طرف این ستاره پرتاب شد. این مدارگرد قراره در 2 سال آینده 6 گذر دیگه از کنار سیاره زهره داشته باشه. پژوهشگران مؤسسه علوم کارنگی از کشف سیاره‌ای خبر میدن که هر 113 روز یک بار به دور خورشید میچرخه. این سریع‌ترین حرکت انتقالی یک سیاره به دور خورشیده. این سیاره به نام
2021 PH27 نامگذاری شده و مدار گردشش در فاصله 20 میلیون کیلومتری خورشید قرار گرفته، خیلی نزدیکتر از مدار چرخش زمین به دور خورشید. البته در بین اجرامی که در منظومه شمسی هستند، سرعت گردش سیاره تیر یا عطارد 88 روزه. سیارک 2021 PH27 فقط 1 کیلومتر مساحت داره. وقتی این سیارک در مدار حرکتش به دور خورشید نزدیک میشه، حرارت سطح اون به 482 درجه سانتیگراد میرسه. 27 سال پیش رویا بهشتی زواره در 17 سالگی مدال نقره المپیاد ریاضی جهان رو به دست آورد. سال بعد در 18 سالگی مدال برنز المپیاد کامپیوتر جهان رو به دست آورد. 5 سال بعد در رشته ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد و 4 سال بعد از اون دکترای ریاضی خودش رو از مؤسسه فناوری ماساچوستس یا MIT دریافت کرد. در 40 سال گذشته بسیاری از برندگان ایرانی المپیادهای علمی از ایران مهاجرت کردند. گرچه تعداد برندگان المپیاد که در خود ایران موندن هم کم نیستن، ولی عدد مهاجرت کرده ها بیشتره. دکتر رویا بهشتی زواره حالا دانشیار ریاضی در دانشگاه واشنگتنه. این ریاضیدان موفق که از 17 سالگی باعث افتخار ما ایرانی ها بوده و هنوز هم جزو افتخاراتمون محسوب میشه. برنامه انسان زمین فردا رو تقدیم میکنیم به دکتر رویا بهشتی زواره. اگه پیشنهادی درباره برنامه علمی دارید، ilm@iranintel.com نشانی الکترونیکی ماست. میتونید نظراتتون رو در رسانه‌های اجتماعی ما مثل فیسبوک و اینستاگرام هم برای ما بفرستید. این برنامه رو میتونید به طور کامل دوباره روی وبسایت ما و یوتیوب هم ببینید. iranintel.com آدرس تارنمای ماست. تا فرصت بعدی.